یک دلقک که به شکل ترس بچه ها در میاد و میخواد روح اونا رو تسخیر بکنه. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم ایت محصول 2017 رو آوردم که یکی از فیلم های خیلی معروف ترسناک حساب میشه و از کتابی به همین اسم هم اقتباس گرفته که ساخته استیون کینگ هست، یکی از نویسنده های فوق العاده خفن، نویسنده که فیلم شاینینگ رو هم از نوشته های اون ساختن که یکی از بهترین فیلم های دنیا و جزو رده های اول ترسناک دنیا حساب میشه. حتما تحلیل آخر فیلمو گوش بکنید که یک سری گفته مهم در مورد کتاب و فیلم هست میخوام بهتون بگم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون اسپر کاملا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم دوتا برادر به اسمهای جورجی و بیلو میبینیم. جورجی حوصله‌اش سر رفته و بیل براش قایق کاغذی درست میکنه، اما چون خودش مریضه نمیتونه باش بازی کنه و جورجی میره بیرون که قایقو بندازه توی آب. همه چیز خوبه تا اینکه وسط دویدن میخوره زمین و قایقش میره سمت دریچه فاضلاب. وقتی میره سمتش با وحشت صدای دلقکی رو میشنوه که با چهره عجیب توی فاضلاب و چشماش برق میزنه. دلقک شروع میکنه به صحبت و میگه اسم من پنی وایزه. وقتی میخواد قایق جورجیو پس بده، دفعه با دندونای وحشتناک دست بچه رو از جاش میکنه. جورجی حسابی ترسیده و حالش بده، اما کسی کمکش نمیاد و چند ثانیه بعد توسط دلقک به داخل فاضلاب کشیده میشه. حالا میریم به چندین ماه بعد. پسری به اسم مارکو میبینیم که توی تحویله خونه است و اسلحه میخ پرتکن رو سر یه گوسفند گرفته. پدر بزرگش بهش میگه باید این گوسفند مریض رو بکشی، اما مایک موفق نمیشه و پیرمرد در آخر خودش این کارو میکنه. حالا میریم به مدرسه. بیل که برادرش رو اول فیلم دست داد، با سه تا از دوستای صمیمیش دارن صحبت میکنن، یعنی ادی، ریچی و استنلی. آخرین روز مدرسه و برنامه تابستون خفنشون هم ریختن. اما هم که مدرسه میرن بیرون، گروهی از قلدرهای مدرسه که به رهبری پسری به نام هانریان شروع میکنن به تحقیر و کتک زدنشون. بعدم دارن میرن که بیل با عصبانیت به هانری فوش میده. هانریان به آرومی میاد جلو تا دوباره بیلو بزنه، اما با دیدن دوتا مامور پلیس میترسه. مشخص شده که از این مامورها پدر خودشه. اونم از ترس اون فقط دستش توفی میکنه و میماله رو کله بیل. با دختر دیگه به نام بورلی هم آشنا میشیم. اونم توی دستشویی مدرسه است، داره سیگار میکشه و دخترای قلدر شروع میکنن به اذیت کردنش. وقتی میخواد بره بیرون، با پسر توپولی به اسم بن آشنا میشه. بن چند ماه که توی مدرسه اومد و همه به خاطر چاق بودن و رفتاراش مسخرهش میکنن. بورلی هم با لبخند میره سمتش و دفتر خاطرات اون رو امضا میکنه. بن حسابی ذوق داده است و مشخص از بورلی خوشش اومده. حالا میریم پیش بیل. وقتی به خونه میرسه، پدرش منتظر و باهاش دعوای راه میندازه. مشخص شده که توی این چندین ماه هنوز بیل باور نکرده که برادرش جورجی مرده و ناپدید شده. حتی با کلی بررسی علمی به پدرش گفته که با توجه به سرعت فاضلاب و دریچه‌ای که ازش آب خارج میشه، الان باید جورجی به این مزرعه همین نزدیکی رسیده باشه که خروجی فاضلاب اونجاست و باید بریم دنبالش بگردیم. دعوای اصلی هم با پدرش سر همینه، چون اون داد میزنه که جورجی تموم شده، باید فراموشش کنی، اما بیل نمیخواد این کارو انجام بده. طرف دیگه شهر دوباره مایکو میبینیم، همون پسر سیاه‌پوست. داره یه بسته تحویل میده که توهمی از آدمهای در حال سوختن پشت یه در میزنه. حسابی ترس دو با باز شدن در پنی وایز و ته اتاق میبینه. قبل اینکه اتفاق دیگه بیفته، قلدرهای مدرسه سعی میرسن و باعث میشن که مایک زودتر اونجا در بره. دوست دیگه بیل یعنی استنلی هم میبینیم. اونم توی مکان مقدس یهودیاست و داره کتاب میخونه. تو اینجا یه نقاشی از زنی با صورتی عجیبه و مشخص استنلی ازش میترسه. تابلو نقاشی میفته و وقتی استنلی برش میداره که بذاره سر جاش، میبینه دختر توش ناپدید شده. یه نفر طرف دیگهش، همون دختر که حالا واقعی شده، میاد سمتش و استنلی با وحشت از اتاق در میره. میریم پیش اون پسر توپل یعنی بن، در حال خوندن کتابی در مورد تاریخ این شهره. وقتی وحشت زده میشه که به اتفاقات عجیبی که توی این منطقه افتاده میرسه. مشخص میشه تقریبا هر 27 سال یه سری جنایت وحشتناک اتفاق افتاده و بچه های منطقه به شکلهای آزاردهنده و عجیب یا جونشون رو از دست دادن یا ناپدید شدن. مثل ترکیدن یه دونه کارخونه آهن که نزدیک 103 نفر، چه بزرگ چه بچه، همه با هم دیگه مردن. هیچ کم دلیل این اتفاقا رو تا حالا نفهمیده. از آخرین جنایتم 27 سال گذشته. عکسی هم از آخرین قربانی این اتفاقه که یه بچه بالای درخت پیدا شده و سر از تنش جدا شده. بن با وحشت کتابو میبنده و میخواد از زیرزمین بره بیرون که همون بچه بی سر رو میبینه. بچه میفته دنبال بن و توی راه تبدیل به پنی وایز میشه. اما بن قبل گیر افتادن موفق میشه اونجا در بره. سری به سمت خونهشون راه میفته و وسط راه هم دوباره گروه قلدرا خفتش میکنن. یکیشون میخواد صورت بنو بسوزونه، اما هانری نقشه دیگه ای داره. در حالی که یه زوج سمبالا هم این صحنه رو میبینن و هیچ کاری نمیکنن، هانری حرف اول اسمشو با چاقو روی شکم بن هک میکنه. اونم که دیگه خیلی ترسیده و عصبانیه، بقیه رو هول میده و عقبی خودش به پایین تپه میندازه. قلدرا هم میرن دنبالش. کمی اون طرفتر بیلو میبینیم که سترادوسش یعنی استنلی، ریچی و ادیو با خودش آورده به اینجا. براشون توضیح میده که طبق محاسبه این من، بدن جورجی باید تا الان به اینجا رسیده باشه که خروجی همه فاضلابای منطقه است. برنامه‌شون هم اینه که بگردن تا پیداش کنن. بن که در حال فرار قلدراست به همینجا میرسه و این چهار نفر کمکش میکنن که زودتر اونجا در بره.
و همین میشه آشنایی بن با این گروه و عضویتشون بین بقیه. هانیو دوستش هم که دنبال بنن به همین نقطه فاضلاب میرسن. میرن داخل خروجی فاضلاب که بنو پیدا کنن و یه دفعه بچهای شبیه روح دور خودشون میبینن و سریع از اون منطقه فرار میکنن. حالا میریم به طرف شهر و میبینیم که بیل همراه دوستاش به داروخونه رفتن تا یکم باند و بتادین بخرن، بلکه زخمای شکم بنو ببندن. اما میفهمن پولشون برای این کار کمه و توی داروخونه به ویلیام داره خرید میکنه و میبینتشون. میفهمه کمک لازم دارن و برای همین میره سمت فروشنده و شروع میکنه به لاس زدن و حواسشو پرت کردن. بچه‌ها هم این فرصت استفاده میکنن و از اونجا در میرن. به ویلیام در آخر میره دنبالشون و این میشه شروع دوستیش با بچه‌ها. مشخصه به ویلی از بیل خوشش اومده، در حالی که اون پسر توپول یا همون بن از بیل خوشش میاد. وقتی دختر به خونه میره میبینه که پدرش رفتار بدی باهاش داره و مشخصه نگاه ابزاری به دختر میکنه و چشمش دنبالشه. به شکل دیگه میشه گفت اگه همه این بچه‌ها یه مشکل بزرگ توی زندگیشون داشته باشن، اینه که بقیه آدم‌ها دارن آزارشون میدن. بیلی با عصبانیت دست پدرش میره به همون و موهای خودش رو کوتاه میکنه تا یکم از جذابیت خودش کمتر بشه. میریم به روز بعد. بیل و دوستاش دوباره به همون نزدیکی فاضلاب برگشتن. قصد دارن دریاچه‌ای که فاضلاب بهش بیلا رو بگردن، بلکه جورجی پیداشه. اما هیچکی جرأت نداره بپره تو آب و یه رفع پوششون به ویلی سر میرسه. بدون هیچ ترس میپره و بقیه هم دنبالش این کارو میکنن. گشت جریدشون بیشتر تبدیل به یه خوشگذرانی میشه و خیلی هم حال بیل از این بازی‌ها بهتر میشه. وقت استراحت، بن کتابی که در مورد تاریخ محل خونده رو به بقیه نشون میده. بیلم یکم به جریان مشکوک میشه چون دقیقاً زمان گم شدن برادرش جورجی 27 سال از اتفاق قبلی گذشته. بعد تفریحشون از هم جدا میشن. ادی نزدیک خونهشون رسیده که یه رفعه بی خانمان سمتش میاد. بیشتر دقت میکنه و قیافه بی خانمان شبیه زامبیاست، موجوداتی که ادی حسابی ازشون وحشت داره. اتاس توی حیات یه خونه میپره و اونجا با پنی وایز روبرو میشه. میفهمیم که ادی یکم آسم داره و نفسش میگیره، اما به هر زحمتی که هست موفق میشه از اون منطقه فرار بکنه. حالا میریم پیش بیولی. وقتی به خونه میرسه توی دستشویی و صدایی از داخل سینک میاد. صدای جیغ چند تا بچه‌ست و میره طرفش، اما یه رفع از داخل سینک یه عالم مو بیرون میان که به شکل دردناک دختر بین خودشون میپیچن. در همون حال از توی سینک کلی خون بیرون میریزه و کل بدن بیولی قرمز میشه. موها ولش میکنن و دختر وحشت زده گوشه دستشویی میشینه. چند لحظه بعد پدرش میاد داخل. انگار این خونا و اتفاقات همه توی توهم بیولی بودن، چون پدرش هیچ کدومو نمیبینه. فقط به دختر میگه با موهای کوتاه بیشتر شبیه پسر شدی و تنهاش میذاره. میریم به خونه بیل. شب شده و موقع رفتن به اتاق صدای برادرش رو میشنوه. حس میکنه جورجی برگشته و سر سمت زیر زمین میره. بیل هم دنبالش رو توی زیر زمین که میرسه انگار کلی خون و آب کفش پر شده. جورجی وسطشون وایسته رو به بیل میگه بیا پیش من، هممون اینجا غرق میشیم. و با تکرار این جمله چهره شیطانی به خودش میگیره. بیل که میفهمه این موجود برادرش نیست و تبدیل به پنی وایس شده، سری میدوه از پله ها میره بالا. روز بعدی میرسه و بچه‌ها دوباره جمع میشن. متا هیچ کدوم از این اتفاقات روز قبل حرف نمیزنن چون میترسن بقیه مسخرهشون کنن و فکر کنن توهمیان، در حالی که اکثرشون تا الان حداقل یه بار با پنی وایز روبرو شدن. وسط راه رفتن ماشین قلدرهای مدرسه رو کنار دوچرخه میبینن که روی زمین افتاده. میفهمن اینا باز یه نفر رو خف کردن و میرن وسط جنگل. هانری داره پسری که از اول فیلم چند بار دیدیمش، یعنی مایکو، میزنه و دلیل کارش هم اینه که میگه چرا تو سیاه‌پوستی. بیولی یه سنگ از این برمی‌داره توی سر هانری میزنه. بقیه هم به تقلید این کارو میکنن و مایک هم میدوه سمتشون و باهاشون دوست میشه. جنگی بین قلدرها و این گروه شکل گرفته که در آخر دوستای هانری از ترس فرار میکنن و خودش هم برخورد سنگ به سرش بیهوش میشه. دیگه گروه این بچه‌ها تکمیله و همه گیر جنگل خارج میشن. وسط صحبت‌ها بن بالاخره میگه که من خیلی میترسم، چون تاریخ همه اتفاقای وحشتناک جوریان که یعنی الان جون هممون تو خطره. برام اتفاقی که براش افتاده اون دقیقو دیده تعریف میکنه. ادی هم میگه دقیقاً یه موجود به همین شکل دیدم. مایک هم همینطور و موقع صحبت تعریف میکنه که مدت‌ها پیش پدر و مادرش توسط حمله یه سری نجات پرست توی آتیش زنده زنده سوختن و از اون موقع خیلی از آتیش میترسه. خلاصه که همه بچه‌ها یه بار با این موجود روبرو شدن غیر از ریچی. ریچی میگه تنها وحشتش از دلغک‌هاست، اما تا الان با پنی وایز روبرو نشده. خلاصه که همه‌شون با هم میرن که بفهمن چطوری این دلغک تونسته به همه جاهایی که بچه‌ها دیدن برسه. با یه پروژکتور نقشه شهر رو نگاه میکنن و متوجه میشن تنها راه مشترک بین همه این نقطه‌ها همون فاضلاب شهر و تو قسمتی از شهرم هست که دقیقاً نقطه اشتراک راه‌های فاضلابیه. چاهی که توی زیرزمین یه خونه تو خیابونی به نام نیبولت قرار داره.
این خونه یه خونه هستش که توی شهر کلا به عنوان یه خونه جن‌زده میشناسن. یه دفعه پروژکتور اتصالی میکنه و تصویرهایی از بیل و خانواده‌اش نشون میده. توی یکیشون کم کم پنی وایز داره نمایان میشه و با وحشت پروژکتور را برق میکشن، اما تصویر قطع نمیشه و پنی وایز از صفحه بیرون میزنه. بچه‌ها سریع فرار میکنن و حالا که مطمئن شدن این موجود واقعیه، تصمیم میگیرن به جایی که احتمالا زندگی میکنه برن، بلکه بتونن بچه‌های دیگه از جمله برادر بیلی رو نجات بدن. به خیابون نیبورت میرن. چند تا از بچه‌ها میرن داخل و بقیه بیرون وامیستن که یه موقع پنی وایز اونجا نیاد. ریچی توی خونه سو یه دفعه کاغذ میبینه که عکس خودش روشه و به عنوان گم شده ها چاپ شده. خیلی میترسه، اما بیل میگه اینا هیچ کدوم واقعی نیست. و وسط این حرفا ادی به سمت دیگه میره. یه دفعه یه آدم به شکل زامبی بزرگترین ترس خودش پیدا میشه و از وحشت میوفه طبقه پایین رو دستش میشکنه. بیل و ریچی میخوان نجاتش بدن، اما حالا راه خروج بسته است. سه تا در جلوشونه که روی یکی نوشته اصلا ترسناک نیست، روی یکی نوشته ترسناک و رو آخری هم زده خیلی ترسناک. دوتایی سمت در اول میرن، اما دختری با بدن نصف داخلش آویزونه. با وحشت میرن سراغ در دوم. حالا ریچی پر میشه داخل و ادی بیرون میمونه. تو این اتاق کلی عروسک درقه و یه تابوت هم هست که ریچی با نگاه بهش یه عروسک شبیه کله خودش میبینه. با وحشت درش میبنده، اما پنی وایز اتوش بیرون میاد. ریچی هم موفق میشه قبل گیر افتادن در خروجی پیدا کنه و بره بیرون. میبینیم که ادی بعد پرت شدن طبقه بالا حالا پنی وایز جلوش میبینه که بهش حمله کرده. ریچی و بیل در سوم باز میکنن و بالاخره به دوستشون میرسن. حالا خونه به حالت عادی برگشته و پنی وایز سمت بچه‌ها حمله میکنه. همه وحشت زدن، اما بولی سر میرسه و با نیزه‌ای که دستشه به سر دلقک میکوبه. پنی وایز نمیمیره، اما برای چند لحظه عقب میکشه و بقیه هم توی همین فرصت خونه در میرن. وقتی به محل خودشون میرسن، مادر ادی متوجه دست شکسته بچه میشه و با عصبانیت اونو میبره و میگه که دیگه دور بر پسرم نیاد. از طرف ریچی هم با بیل دعوا میکنه و بهش میگه سر اینکه بخوای برادرتو پیدا کنی داشتیم هممون میمردیم. دعوای بینشون بالا میگیره و از هم دور میشن. مایک هم همینطور و در آخر بیل و بولی از هم خدافظی میکنن و خلاصه انگار گروهشون میپاشه. یک ماهی به همین شکل میگذره و بچه‌ها هر کدوم به زندگیشون مشغولن. هنری و دوستش هم همچنان عوضیان و هنری با اسلحه پدرش اومده که به لوازم مختلف شلیک کنن. یه دفعه به رفیقش گیر میده که یه گربه بکشن و وسط بحثشون پدرش سعی میرسه و اسلحه رو ازش میگیره. حالا جلوی دوستاش هنری رو مسخره میکنه و تحقیر میکنه و با شلیک اسلحه به کنار پاش حسابی میترسونتش. حالا مشخصه که هنری رفتار بد قلدر بازیاشو از کی یاد گرفته. هنری با عصبانیت پدر دور میشه و با دیدن بادکنکی که کنار صندوق پستی میره طرفش. توی صندوق چاقوی قدیمی خودشو پیدا میکنه و با بعد برداشتنش به خونه میاد. پسر روانه که دیگه قشنگ رد داده میره سمت پدر که پای تلویزیون خوابیده. شخصیت برنامه کودک یه دفعه انگار با هنری صحبت میکنه و بهش میگه پدرتو بکش. اونم چاقو رو توی گردن پدر میکنه و توی تلویزیون همه داد میزنن همشونو بکش و پنی وایز هم بینشون اومده. میریم به خونه بولی. پدرش این دفعه دیگه خیلی جدی میاد طرفش تا باهاش رابطه داشته باشه و دختر با وحشت میده توی دستشویی. وقتی پدر میاد اونجا با سنگ توالت میکوبه تو سرش. بولی سرش میچرخونه و پنی وایز جلوش وایساده و اونو با خودش میبره. بیلو میبینه که طبق معمول اومده تا بولی رو ببینه و وقتی کسی جواب نمیده میره داخل خونه. جنازه پدر بولی روی زمینه. روی سقف نوشته شده اگه تلاش کنی میمیری. مشخص پنی وایز داره میگه دنبال این دختر نیایید. اما بیل توجهی نمیکنه و همه دوستاشو جمع میکنه و بعد اینکه بهشون میگه چه اتفاقی افتاده، اونا هم که بولی رو دوست دارن تصمیم میگیرن کمکش کنن. راه میافتن و همه به خونه مخروبه توی خیابون نیلبوت میرن. بالاخره چایی که باید محل زندگی پنی وایز باشه پیدا میشه و ازش میرن پایین. نوبت مایک به عنوان آخرین نفر شده که گرفه هانری روانی سر میرسه. حالا هیچ رحمی نداره و بعد انداختن مایک تنها با هم میکشه بالا که بقیه نتونن برگردن. با دستگاه میخ پرکنش میخواد به مایک حمله کنه، اما این پسر بالاخره به ترسش غلبه میکنه. با حمله به هنری اونو میندازه پایین چاه. حالا مایک هم پایین میره و همه از راهروهای تاریک میگذرن. یه دفعه همون زن وحشتناک ظاهر میشه و به استنلی حمله میکنه. داره اونو میخوره که بچه‌ها فریاد میکشن اون فقط یه توهمه و نباید ازش بترسی. همینم هم باعث میشه که استنلی به ترسش غلبه کنه و هیولو عقب بکشه و بچه‌ها راهو ادامه بدن. در آخر به جایی میرسه که ببلی روی هوا معلقه. بن اون روی زمین میکشه. ولی چشمای سفید شدن و تو حال خودش نیست که بن گرفته میبوزتش و اونو به حال خودش برمیگردونه. چند لحظه همه جا ساکته، ولی یه دفعه از طرف دیگه صدای برادر بیل یعنی جورجی شنیده میشه. بیل میره طرفش و جورجی میگه دلم برات تنگ شده و میاد که بغلش کنه. اما بیل میدونه اینم یکی از بازیهای پنی وایزه و اسلحه هانری رو که از جنازش برداشته روی سر جورجی میگیره. به محض شلیک بدن جورجی به پنی وایز تبدیل میشه و به بچه‌ها حمله میکنه. همه حسابی ترسیدن و در آخر بیل گیر دلقک میفته. پنی وایز بهشون میگه یا همین الان برید و بیلو ول کنید یا همتون رو میکشم.
بیل فریاد میکشه اینجا در برید، اما بچه‌ها توجهی ندارن. وقتی درقک به همه حمله میکنه، این بار فرار نمیکنن و هر کدوم با چوب یا میله‌ای بهش ضربه میزنن. پنیواز دوره کردنش رو بهش میگن دیگه ازت نمیترسیم. درقک که حالا انگار ترسیده عقبی میره و توی تاریکی ناپدید میشه. از بالای چاه همه قربانی‌های این درقک تا الان انگار معلق بودن روی زمین میان، ولی خب مشخصه همه مردن یا پوسیدن. ویلم این وسط لباس برادرش جورجی رو پیدا میکنه و دیگه باورش میشه که برادرش مرده و همه چیز تموم شده. حالا میریم به یک ماه بعد. بچه‌ها دور هم دوباره جمع میشن، با بریدن دست خودشون یک پیمان خونی میبندن، اینکه 27 سال دیگه همه همینجا جمع شدن و نذارن که پنی‌وایز بچه دیگه ای رو با خودش ببره. کمی هم با هم صحبت میکنن و کم کم از هم دور میشن. بیل و بیولی آخرین نفرن و بیولی میگه که میخواد از این شهر بره. قبل رفتنش همو میبوسن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم ایت نسبت به کتابش نمره خیلی کمتری گرفته و واقعا هم چیز درستیه، به خاطر اینکه ما توی فیلم خیلی نکته‌های مهمو در موردش نمیتونیم اطلاعات کسب بکنیم و خب فیلمم کوتاه، یه چیز خیلی عادیه. در کل همیشه رمان‌های ترسناک بیشتر از فیلم‌ها نمره میگیرن. دلیلش هم اینه که وقتی شما یه کتاب رو میخونی، به خاطر اینکه تصویری نداره، توی ذهن خودت صف بدترین چیزهایی که داری اون موجودو خلق می‌کنی و قطعاً ترسش بیشتر میشه. فیلم ایت هم از همین چیز مستثنا نیست. دلیلش هم اینه که توی کتاب وقتی از پنی‌وایز صحبت می‌کنی، پنی‌وایز یه خداکشه، مثل خداهای یونان که خداهای مختلف بودن. پنی‌وایز یه موجود اساطیریه که روح بقیه رو تسخیر میکنه، روح بچه‌ها رو میگیره، نسبت به ترس اونا میره بهشون حمله میکنه و با قدرتی که به دست میاره به خدایان دیگه حمله انجام میده. هر 27 سال یه بار میاد و اون 27 سال رو توی یه حالت هایبرنت بهش میگن میمونه، که یعنی انگار داره خودش رو تقویت میکنه و انگار خاموشه و بعد 27 سال دوباره زنده میشه. توی کتاب از ظاهر پنی‌وایز اینطوری گفته میشه که ما با یه موجودی طرفیم که انقدر ظاهر ترسناک پیچیده ای داره که انسان ها نمیتونن تحمل بکنن دیدنش، برای همین هم است که خودش به شکل دلقک در میاره. دیگه شما تصور کن چقدر این موجود توی کتاب ترسناک تصویر سازی شده. توی فیلم هم سعی کردم به این یه خورده احترام نشون بدم، برای همین هم است که لباسی که تن این پنی‌وایز هست قدیمیه، یعنی مال چند قرن پیشه، که میخواد نشون بده این پنی‌وایز سالهای ساله که وجود داره و یه چیز اساطیری و چند قرنه که هنوز نمرده. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم کتاب اینه که خیلی بیشتر به شخصیت‌ها پرداخته میشه. ما توی این فیلم چند تا شخصیت مختلف داشتیم که هر کدوم کلا یه داستان جدا دارن، ولی در آخر کنار هم قرار میگیرن، به خاطر اینکه همشون از دیگران دچار آسیب شدن و همه انگاری میخوان اونا رو تمسخر بکنن. یکیشون سیاه‌پوسته، یکیشون آسپ داره، یکیشون عینکیه، یکیشون خیلی چاقه. کلا همشون یه سری مزیت‌های خوب دارن و یه سری مشکلات خیلی بزرگ. توی کتاب ما داریم سال 1950 تا 1960 رو میبینیم، اما توی فیلم سال 1980 تا 90 رو به نمایش میذاره. یکی از تفاوت‌های مهم اینجا دیده میشه، به خاطر اینکه دهه 50 میلادی، یعنی همون 1950 تا 1960، خیلی در حق دخترها ظلم میشد، خیلی محدود میشدن، نگاه ابزاری بهشون میشد و برای همین هم است که بیولی توی فیلم در توسط پدرش مورد آسیب قرار میگیره. اما اگه بخوام واقعی نشونش بدم، تو دهه 80 این اتفاق خیلی کمتر شده بود، اما دهه 50 فوق العاده زیاده و کتابم برای همین داره اون دوره رو ترسیم میکنه. خلاصه که همه اینا یه سری مشکل دارن، اما توی فیلم سرسری نشونشون میده. خب وقت فیلم کوتاه، نمیتونه بیاد 20 ساعت فقط شخصیت‌ها رو نشون بده، اما توی کتاب میاد قشنگ شما رو باهاشون آشنا میکنه، به طوری که هر کدوم اونا رو مثل خواهر یا برادر خودتون میدونید و برای همین هم است که اتفاقی که براشون میفته خیلی براتون اذیت کننده است و همش دنبال یه انتقامی براشون میگردید. خلاصه که خواستم بگم اگه میخواید قشنگ قدرت ترس ایتو درک بکنید، بفهمید که پنی‌وایز چقدر وحشتناکه، باید حتما کتاب این فیلمو بخونید. کتابی که توی فروش هم ترکوند و میلیاردی فروش رفت، خاطر اینکه خیلی روی ذهن بقیه داشت تاثیر میذاشت. در کل خواستم بگم وقتی ما از فیلم ایت صحبت میکنیم، با یه فیلم سایکولوژیکال هارر طرفیم، فیلمی که در مورد روانشناختی ترسه، اما وقتی فیلمش نگاه میکنی یه فیلم خیلی وحشت عادیه، مثل همون کانجورینگ و فیلمایی که براتون مثال زدم، و اومده اصلا این بخشو ازش انگاری پاک کرده. دلیلش هم خب به هر حال نمیتونن قدرت کتاب رو به نمایش بذارن. تنها کتابی که از استیفن کینگ تونستن درست به نمایش بذارنش همون شاینینگ به نظرم. خواستم اینا رو بهتون بگم که اصل فیلم این رو بفهمید، بدونید که چرا انقدر پنی‌وایز معروفه و چرا انقدر توی آمریکا بهش بها داده میشه، چقدر در موردش صحبت میکنن، چون خیلی چیز مهمی رو میخواد به نمایش بذاره در زمینه روانشناختی. میخواد به همه آدما یاد بده که همه شماها یه سری بدی دارید تو زندگیتون میبینید، یه سری آدم دارن اذیتتون میکنن، همتون یه ترس بزرگ دارید و همتون دارید آسیب میبینید. اما اگه همتون با هم دیگه یکی بشید، میتونید اون آسیبه رو به یه چیز مشترک تبدیل کنید و در آخر از بین ببریدش. حرف که خیلی مهمه، یعنی چیزیه که باعث میشه آدم‌ها با هم دیگه یکی بشن، بتونن به طرفشون غلبه کنن، زندگیشون رو درست بکنن، اما توی فیلم به نظرم درست زده نمیشه. با اینکه یکی از بهترین فیلم‌هاست، من خیلی دوستش دارم، چندین بارم دیدمش، اما بازم میگم کتاب یه چیز دیگه است.
دیگه همین فیلم قسمت دومم هم داره، همونطور که کتابم یه نسخه دوم داره. بازم میگم نسخه دومش هم قطعا کتابش بهتره، خیلی هم بهتره. اما اگه دوست دارید فیلمش هم توی کانال خلاصه‌شو بذارم، حتما توی کامنت ها بگید. اگه به تعداد زیاد برسه قطعا قرارش میدم. خیلی دوستتون دارم، حتما توی کانال زاپات جوین بشید. میدونید که کانال یوتیوب ایرانی ها به یه دونه بات بنده، یعنی هر لحظه ممکنه که یو بپره اونجا همون داشته باشیم. لایک کامنت سابیارتون نره. روزتون هم گلسی.